با سلام، سومین برنامه نامه ها و یادها در کنار آقای مسعود بهنود که همونطور که متوجه شدید و حتی قبل از این برنامه هم میدونید مسیر آمده ایشان تا به امروز به دلیل تعدد رسانه ها، به دلیل همزمانی با اتفاقاتی که در ایران و حتی بیرون ایران افتاده، یکی از معدود روزنامه‌نگارانی که برای کانال سوئز به اسرائیل رفت، حسن و ضرر این اتفاق هم باید دید و شنید، ولی واقعا نه برای خوشایند، اما کمتر روزنامه نگاری رو میشناسم که دست کم من نمیشناسم که این وسعت رو زندگی کرد و باهاش کار کرد. آقای بهنود، من شما رو دقیقا یادم نیست، ازازت 53 یا 54 موقعی شناختم که شما یک برنامه رادیویی و کمی دیرتر یک برنامه تلویزیونی داشتید. اول اسمش بود بعد از ظهر روز ششم که تبدیل شد به ظهر روز هفتم و بعد تلویزیونی صفحه اول. در اون برنامه رادیویی که حالا 17 شهریور بهش خواهیم پرداخت، شما یک برنامه تلویزیونی داشتید صفحه اول، منم اونجا موسیقی میگذاشتم به طور زنده پخش میشد. شما اولین کسی بودید که عکس آیت الله خمینی رو پخش کردید در حالی که سیستم سلطنتی بود، همه چیز اونجا بود، مخالفین شما و طرفداران شما هر دو مخالف شما بودن. چرا این کار کردید؟ پشیمونید یا مثل من فکر کنیم کار روزنامه‌نگاریتون کردید؟ اگر شنیده باشین، موقعی که من زندان بودم بی بی سی چیزی رو پخش کرد که در حقیقت زندگی نامه من بود که صادق سوا با من صحبت کرده بود قبل از دستگیریتون. نه، موقع بود زندان بودم. یعنی تونست تو زندان با شما گفته بود؟ نه، قبلن کرده بود. خب منو همین میگم، تو لندن کرده. بعد من تو زندان بودم، این امیر فرشاد ابراهیمی علیه ماله اومد خیلی چیز تو اتاقی که بند من بود و یه رادیو دستش بود، رادیو نیستش تو زندان من، ولی خب این بچه ها دیگه چه دارم، اومد سیم هم سرش بود و زد و گفت صدا شما داره پخش. من گوش کردم و دیدم که یه بخشیش صادق داره یه سؤال بسیار حساسی میکنه و اون این که پرسید که عکس آقای خمینی رو برای چی پخش کردی؟ آیا نشونه این بود که طرفداری به چیز داشته؟ اینو گفتم اصلا قبیح بود برای ما که تمام دنیا عکس ایشون بود و ما نداشتیم. بیشتر از این که هر کسی خجالت بکشه، باید حکومت خجالت میکشید. نشونه عقب افتادگی یه چیزی به هر دلیلی، ولی حکومت که مزاحم شما نشد که؟ نه نه، مزاحم من نه، باید اجازه میداد. خب اجازه داد؟ شما پخش کردین؟ نه، ما در رفتیم، من که اونجا بودم تا آخرش. نه، فقط آقای گرگین زنگ زد گفت موزیکو از روی فیلم بردار، ولی نگفت برنامه متوقف. نه، آقای توی هم بعدش تلفن کرد، ولی نه نه، راجب داخل اونجا چه میگذشت که صحبت نمی کنیم. اون که معلوم بودش که مؤسسه ای که آقای رئیس کلمون شما و من میدونیم که سانسوری نبود، ترانه فرهاد یادتونه؟ من بحشت کرده بودم. حکومت دارم میگم، روزنامه هم. این خفقانی که به صورت روزنامه، یعنی تمام دنیا پر شده بود از شرح ماجرای انقلاب ایران، 3000 خبرنگار تهران بودن، یک نفر نرفت به پادشاه بگه که این بده که 3000 خبرنگار تهران هر نشریه تو دنیا با میکنی صفحه اولش انقلاب ایرانه و شروق و اینا. خب شما هم اتفاقا روزنامه رو نشون دادید و چون خیلی خوب یادم انگار دیروز روزنامه، نه من روزنامه که اصلا وجود نداشت، راهپیمایی بود، اون شعار عکس آیت الله خمینی بود. نه، باور کنید که انگار دیروز بود. نفروشاتو نه، یعنی میدونم، میگم فیلم هایی که شما نشون دادین به حال، حالا خاطرات شما مملو از اتفاقات سیاسی، غیر سیاسی، هنری، فرهنگی، ولی یادمه که اون فردای اون روز هم در رادیو که ربطی به خبر نداشت، نیمه برنامه گوینده خبر اومد و خبر حکومت نظامی رو داد. از این جهت اینو میپرسم که یک نفر از طرفداران سلطنت، یک نفر
تا الان من چرا من به فکر شمن 10 سال 15 سال دارم روش کار میکنم، نمیدونه که 17 شهریور چی شد. اینو به اقتراح میگذارم، اگه شما تونستید یک کسی رو از نزدیکترین نزدیکان پادشاه از جنرال تا غیر جنرال بگید که بیاد بشینه با من مناظره کنه و بگه چی شد، وقتی پادشاه به نیروهای نظامی دستور داده بود که نزنید مردم رو، چرا اونجا زدن؟ کی زد؟ هیچ وقت خودمون رو تو این کنجکاوی نشون ندادیم. من در همون موقع هم که ما تو زیر زمین نشسته بودیم یاد باشه خبر می اومده و ما هی موزیکمون رو تیزتر می کردیم و موزیک مناسب تر می داشتیم، خیلی اذیت شده بودم بابت اینکه ماها به عنوان روزنامه نویس هستیم و حکومت به یه دلیلی فشل شده، ما چرا کار خودمون رو نمی کنیم؟ ولی کردیم نکردیم؟ نه، اون که تا موقع که روزنامه ها تعطیل بود تا بختیار اومد پردر زد بالا. خب اون موقع اعتصاب بود اگر یادتون باشه، اینو من بودم تا 21 بهمن از 4000 نفر رسیده بودیم به 60-70 نفر. آره، منتها اونو دیگه به حساب به صلاح زنده بودن مؤسسه نمیذاشتیم، دلیل داشت. به همین دلیل بله. برای اینکه روز 17 شهریور که میگه یاد باش از یه جهت دیگه ای هم روز مهمی بود. اولا روز آخر ماها بود به خاطر اینکه آقای قطبی رفت، ما هم دنبال او رفتیم. بله. به من که کسی به من که کسی دستور عمل نداده بود. ولی آقای قطبی که رفت من به خودشون تلفن کردم گفتم من دیگه نمیرم، گفت نه نه لازم نیست، گفتم حالا، گفت پس هرچی هست به گرگین بگو، گفتم چش. و خب من نرفتم، یه میدونی من نیومدم سر. بله دیگه، من برنامه های مشترک با هم داشتیم. آره. و من مونده بودم آقای بین، اینو شاید ندونین، من روزهایی رو در رادیو زندگی کردم که صدا بردار نداشتیم. آره. میکروفون رو باز میکردم خودم، از توی در میرفتم تو استودیو حرف میزدم با صدای پای خودم برمیگشتم. آره. فکر کنم نیمه آذر ماه بود که شبکه دوم رو تعطیل کرد آقای برگین، من از رو نرفتم، رفتم شبکه. حالا از نامه و یادهای من نیست، نامه و یادهای شماست. ما 17 شهریور در حقیقت یه نوع خودکشی تنابه دار پیدا کردیم، من همون عکسایی که میگی. بله. جواب داشتم براش، یعنی هر کسی از اون بعد هم تا حالا پرسیدن، حتی در مدیای خارجی، حتی CNN مرتبه پرسیده به همین لحاظ خواستی شأنیت برای من قائل بشه، من همین جواب دادم که به صادق دادم. و صادق چقدر هنرمند بود که وقتی من تو زندان بودم فکر نکرد این در خطر، نباید اینو بگیم. چرا شما رو گرفتن؟ من مدت ها بود پیغامش میرسی. نمیدونم آخه به کسی که حالا به باطن کاری ندارم، بالاخره به ظاهر 17 شهریور به بعد دیگه کار نکرده. البته اینو بعدا راجع به تهران مصور اگه اجازه بدین الان بگم. وقتی که در هیئت تحریریه می نشستیم آقای بهنود یک عکس آیت الله خمینی بالا سرش بود، بعد یکی از نویسنده ها به اعتراض گفت آقا این عکس چیه؟ و آقای مسعود بنود گفت اینو گذاشتم که تو آزاد باشی بتونی بنویسی. یعنی میخوام بگم گفت بقولی اونقدر آزاد بودیم که بگیم آزاد نیستیم. حالا توی این شرایط سوال من از شما که خب تا اندازه میدونم ولی واقعا نمیدونم، چرا باید مسعود بنود بره زندان؟ نه همین شبل بود باید از جمهوری اسلامی پرسید. جمهوری اسلامی به طور کلی نگفتم. نه نه، به خاطر اینکه من خیلی زود خلخالی رو آشنا شدم باش. من فقط آدمایی که شما میشناسین از قدیم بودن، از آزادی آهویدا بیشتر از هر کسی، اینا نبودند که میشناختمشون و میشناختنم، بلکه این عمل رو از موقعی که توی مدرسه بودن، مدرسه علوی در تهران، یعنی از موقعی که 12 بهمن که آقای خمینی برگشت، به هر حال من وظیفم بود به عنوان روزنامه‌نگار، باید میرفتم یه حیوانات میشناختم. دیگران هم بودن، نوری زاده اومد، همه بود. آره. حالا شاید تفاوت من این بودش که در مورد علیرضا نمیگم، علیرضا آدم فعالیه، بعدم این قوم رو میشناخت. بعد من تفاوتم این بود که من کراوات بیشتر زده بودم. آره، من بچه کراواتی بودم
اون نه او علما حضرت هنوز هم همینطوره حضرت الاسلام و ولی مسلمین فرامون به شکلی بعض وقتا میگم عربی رو رفتی یاد بگیری که اینا رو بفهمیم بله و بعدم اومده بود اولین باری که من علیرضا رو دیدم اولین بار شنیده بودم شعراش هم خونده بودم توی فردوسی زودتر باید که کشف کنیم که عبدالناصر کی مرد ما یک مهمونی درست کرده بودیم من عضویت مدیر سندیکا بودم یه مهمونی درست کردیم که برای روزنامه‌نویسا خونه بسازیم همین جایی که هست الان هم هست کوی نویسندگان و آقای دا گفته بود که کمک میکنه شما ظاهرشو نگه دارین که شما چیز کردین در حقیقت چیزی نپرداختیم برای این خونه واقعا نهایت محبت کرد ما اونجا بودیم یعنی در یه هتلی جشن گرفته بودیم و وانمود کرده بودیم که اینجا داریم پول جمع میکنیم کردیم ولی مثلا پول اندازه دستگیر دو تا جور بله کارگردان این ماجرا بیشتر علی باستانی بود و من علی رئیس هیئت مدیره سندیکا بود من تازه فسقلی پریده بودم رفته بودم علی باستانی چپ بود دیگه دیگه چه عرض کنم دیگه نه نخواستم بیشتر بگم آره دیگه نه دیگه بعد خلاصه چیز شد اونجا من داشتم صحبت میکردم ولی یادم نیست در باره چه صحبت میکردم یا که خواننده ای رو صدا میکردم چیکار میکردم به حال جشن بود دیگه یهو دیدم که فضا مختلف شد و اون طرف اصلا یه حالتی مثل این که انفجار رخ داد و اینا چیز شد و یه کسی رو دست میبردن آره بعد حمید اوجی اومد به من کنار من گفتش که عبدالناصر مرده گفتم خب اون چرا حالش به هم خورد اینجا اون اینا گفت اینا طرفدارای عبدالناصر هم دیگه علیرضا بود خیلی از چیزه میدونیم بعض وقتا حالا من اینجا دارم میگم چون سانسوری هم در کار نیست الان اعتراف میکنم در برنامه های زنده در لندن برای مثال راجع به صفا حائری وقتی صحبت کردیم دیدم که از این برای صورتش داره عشق میاد عاطفی ترین روزنامه نویس ایرانیه از زیر میز بازدم که آقا زنده بله مهربان ترین و در حقیقت رفیق ترین کسیست بله. که میشه باش ساکه من همیشه در دوره روزنامه نویسی تا موقع که روزنامه نویس بودیم همیشه خب با علیرضا خوب نبودم حقیقتی شد دیگم آره به خاطر که علیرضا به چپ و عرب و اینا میزد خب ما اونا رو دوست نداشتیم حالا به شکل دیگه بعد نه اون چپگرایی رو دوست داشتیم قسطان فلان و به همان اینا گفتم آخ تو خدا ولی ممکنه اینا حسن بینا میگفت اولین باری که اومد قاهره رفتم استقبالش از پله های هواپیما میمد شعر به عربی میخوند و میومد پایین آره برحال واقعا شخصیت روزنامه نگارا با قلمی که دارن نوشته ها و ننوشته هاشون به نظر من به بله. یک اندازه با ارزشه آقای بنود وقت زیادی نمون در این برنامه دست کم خیلی دلم میخواد که قبل از اینکه به زندگی هجرت و مهاجرت و اینا بپردازیم خب من تا روز اتفاقی نه به دلیل فوت آقای طالقانی در ایران بودم و دیگه هم دیگر رو گم کردم زندگی در اون دوران برای مطبوعاتی ها مثل شما چجوری بود؟ ببینید دلیل اینکه حد اکثر اونقدر که ممکن بود از روزنامه‌نویسا از ایران رفتن در حقیقت کل به اصطلاح پیکره اگه این سرمایه تلقی بکنیم که بود و بوس روزنامه‌نویسای بزرگ اینا همه تقریبا رفتن و حالا من در اندازه هیچ کدومشون نبودم ولی به هر حال من یه حال و وضع دیگه ای داشتم به خاطر نیما در حقیقت مونده بودم بنابراین رفتم توی خواب یا تظاهر به خوابیدن اون موقع یکی کتاب نویسی میکنین به جای مطبوعاتی نویسی؟ یه ذره دیرتر از اون صورت گفت موقعی شد که خاتمی رفته شد وزیر ارشاد من استنباط کردم که اینو میشه رازیش کرد یه چی کارایی بکنن برش پیغام پرستدم توسط خواهر خانومش و گفته شما بنویسین کارشو نداشته باشین بعد که حالا میگم قصه چی شد ببین ما اعتقادم بر این است که سرنوشت های تک تکمون ماها رو میگم ماها که موندیم توی را اصلا اهمیت نداره اهمیت یه چیز دیگه است که متاسفانه ما هممون بهش نپرداختیم ما تو قلب یه واقعیت بسیار تاریکی بودیم تو شهر زندگی میکردیم با هم
همسر من صحبت کنیم بهتون خواهد گفت که ما تعداد مواقعی که یه آدمی رو بالا سر خودمون موقعی که خوابیده بودیم احساس کردیم که داره پنجره رو باز میکنه بیا تو، از 3-4 تا گذشت. و ولی خب حالا به هر دلیلی سعی میکردیم که زاویه‌اش رو سعی کنیم، چیز شرایط رفتن نداشتم. ولی یه حسنی که داشت این که من فرصت داشتم که بعضی از چیزها رو تو عمقش در روز ببینم، در روز، این در زمانی که اتفاق میافتاد ببینم، نه اینکه بعدم بشینیم راجعش قصه بنویسیم، نه، وقتی اتفاق افتاد ببینم. به همین جهت از معدود کسانی هستم که تیمسار بود، حالا جماعت بهش میگن چی؟ آرتش بوده پشیمان شده چی بود؟ کیو میگین؟ که موقعی که حسین فردوس بله. آقای بنود من رو ببخشید، قانون وقت و زمان پایان سومین برنامه نام ها و یاد ها و پنجشنبه آینده چهارمین برنامه